احتمالاً این ویدیو نشون دهنده یک کمبود ایده باشه، ولی خب ویدیوی جالبی بشه احتمالاً. ما تو این ویدیو کسانی رو که ملتفت رو دیس کردن و یا حتی بیف داشتن رو بهتون معرفی میکنیم. علی اوج. قضیه دیس علی اوج به ملتفت برمیگرده به بیف ملتفت و پیشرو. کلن علی اوج از خودش بیف نداره و همیشه منتظر بوده تا رضا پیشرو با یکی وارد بیف بشه تا اینم دیس بده بهش. علی اوج آهنگ های حاشیه و بنگ رو دیس به ملتفت داده بود. یه موقع میخواستم گندشم مثل هیچ کس، منو بشناسن کل شهر، میگفت هستش پشت من، ولی خالی کرد پشتم و ترجیح داد. بهمن دیو. بیف دیو و ملتفت از اونجایی شروع شد که دیو خودشو پدر اصلی رپ میدونست و سر همین قضیه دیس هایی مثل کردنی، بنگ و یه دیس هم همین جدیدا منتشر کرد. البته که بهمن هیچ وقت سوی ملتفت حساب نشد. بهیول میخوام یه آهنگ جول کنیم بله لوز مبادا. برای چی؟ بله وقتی که یک دیسمون کرد که چی بشه؟ داشته باشیم آبلیمون نله دیگه. حسین. بیف حسین و ملتفت از شروع رپ فارسی شروع شد و با تشکیل ملتفت به گروه ملتفت منتقل شد. حسین بارها و بارها در دفعات زیاد تو آهنگاش به ملتفت تیکه انداخته و حتی اخیراً با فدایی وارد بیف مستقیم شده بودن. کدومشون باب ملته؟ به پا پرم نخوره به پرد گره که داستانش تنه داره برسه بیخ بریدم تو رو حکم اگه بشه دل. پیش رو. بیف پیش رو ملتفت از یه دستی هیچکس به پیش رو و پشت بندش دیس هیچکس به پیش رو تو آهنگ اون مثل داداشم بود شروع شد و سالها ادامه داشت. آهنگ هایی مثل مغز رپ، لوبیای سهرامیز و 420 دیس ملتفت بودن. قد شد همه همون پیچیدیم طرف انگلیس، افتخار ایرونی سمند بیگیریس، عشق رفتن تو من و تو بی بی سی، هنو در کونه ریویلیم. پوری. بیف پوری همین جدیدا بوده و توی ویدیوی جداگانه بهش پرداختیم و آهنگا رو تحلیل کردیم. پوری تنها کسی که تو این لیسته که بیفش با عضو جدید ملتفت یعنی شاپور بوده. اچالالا چاقون زیر گلتونه سرا والا خونه رو دیوارا آبرو تو عراج میزنم تو دیج. شایه. اصلا دلیل عضویت شایه تو کاغذ همین دیسش به ملتفت بود. شاید تو آهنگ یه روز خوب میاد هیچ کس رو دیس کرد و خایمالی حسین رو کرد. بعدش هم وارد کاغذ شد و گاهن شاهد تیکه انداختنش تو آهنگا بودی. بزن ببین آسمون قشنگ کنار قبل شده سبز و چمنی، موقع از آن مؤذن از آن نمیگه، روز خوبی نمیاد وقت عذاب رسید زل بس. زد بازی. بیف زد بازی و ملتفت از توییت های اعضای ملتفت و حکومتی خطاب کردن زد بازی شروع شد. اعضای زد بازی تو آهنگ یخ ملتفت رو دیس کردن و بعد از اونم تو آهنگ ها شاهد تیکه انداختن به ملتفت بودیم و هستیم. علی النور. این بدبخت در جهت خایمالی از شاهین نجفی تو 3-4 تا آهنگ ملتفت رو دیس کرد. آهنگ هایی مثل گاومیش، قیف و ناجورها دیس ملتفت بودند. علی النور هیچ وقت توسط ملتفت حتی در حد یه توییت هم حساب نشد و آخرش محو شد. یه زمان تا شهناز تهرانی، افکارم مثل آقا ممن خان کرمانی، حتی فکرشو نکن میخوای به ما بد کنی، میشم توسی و میدم درسای قرآنی. فرزان. بیشتر بیف فرزان با فدایی بود که معتقد بود فدایی لیریکشو دزدیده. البته بعدها هیچ کس توی توییت گفت که فدایی شعر میدوزه. حالا از این موضوع که بگذریم، فرزان تو آهنگ ادایی اشکان فدایی رو دیس کرد و تا به الان هر از گاهی یک کسجری بارش میکنه. دایی فقط ادایی، جو سرک کشیدن تو کارم کاری نداری، همانیستی
واسمی تو امانی پاریس کی و چرا میساکی تو پاریس کی اومدم من بدم دستت یه شاهین نجفی. بعد پخش آلبوم انجام وظیفه تو آهنگ انجام وظیفه هیچکس یک اسچری با شاهین نجفی کرد و گفت که شاهین نجفی بیرون گد نشسته و میگه لنگش کن. دقیقا همون کاری که الان خودش میکنه. شاهین نجفی هم تو آهنگ های پیش قاضی و ملق بازی و آهنگ تو ازم بدت میاد هیچکس رو دیس کرد. رب کنه رب کنه رب کنه هرچی ما هم گاهی وقتی پا بده ستیق میشیم دایی یه روز دور تو بود و حالا دور دور ماست مزه کن تلخ نه رب اینه دادا یاس بعد از اینکه بارها و در دفعات خیلی زیاد توسط اعضای ملتفت بهش کسچر انداخته شد تو آهنگ سرکوب جوابشونو داد و دیسشون کرد. یه بارم تو آهنگ لال شاهد بودیم که یاس یه کسچرهایی بار ملتفت کرد. کاراکتر اصلی اول تا آخر داستانت منم کارات شنیده شدن تنها دلیل باستابت من. ویدیو تموم شد احتمالاً واسه یه اشخاص و گروه های دیگه هم از این ویدیوها بسازیم پس کامنت یادتون نره فعلاً خدا نگهدار.